افزایش حملات ضد طالبان در سه ماه گذشته در افغانستان بر اساس گزارش سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد در گزارش سه ماهه خود درباره وضعیت افغانستان از افزایش حملات گروه های مسلح مخالف طالبان خبر داده است این گزارش به تنشهای داخلی مداوم میان حاکمان کنونی افغانستان نیز اشاره می کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما این ارزیابی را منتشر کرد و گفت که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز آن را به شورای امنیت ارائه کرده است در این گزارش آمده است که مخالفان مسلح از زمانی که طالبان دوباره قدرت را در دست گرفتند چالش قابل توجهی برای کنترل اراضی طالبان ایجاد نکردند این سند دو گروه مخالف طالبان را که در این دوره زمانی حملاتی را انجام دادند جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی شناسایی کرده است. سازمان ملل متحد می گوید که هر دو گروه روی حمله به نیروهای امنیتی طالبان در کابل متمرکز بودند. در این گزارش آمده است که جبهه مقاومت ملی 29 حمله تایید شده را در سه ماه گذشته انجام داده است که 20 حمله در کابل و بقیه در شمال افغانستان بوده است. جبهه آزادی افغانستان نیز چهارده حمله انجام داده است که همه ای آنها در پایتخت بود. علی میسم نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان ارزیابی سازمان ملل را ناامید کننده توصیف کرد و گفت این نهاد وضعیت میدانی، امنیتی و سایر بحرانها در افغانستان را کم اهمیت جلوه می دهد. او در شبکه ایکس گفت که جبهه مقاومت ملی افغانستان در سال جاری بیش از 160 عملیات موفق در کابل و ولایات مختلف انجام داده است که تنها 29 عملیات توسط سازمان ملل گزارش شده است. یافته های سازمان ملل در حالی منتشر می شود که سرکوب رسانه ها توسط طالبان دسترسی به اطلاعات دقیق و راستی آزمایی ادعاهای گروه های مخالف را برای خبرنگاران بسیار دشوار کرده است. مقامات طالبان هنوز در مورد گزارش سازمان ملل اظهار نظر نکردند. این دو گروه از مقامات سیاسی و نظامی دولت در کابل که از حمایت بین المللی برخوردار بود و توسط طالبان از قدرت برکنار شد تشکیل شدند. مقامات طالبان نیز شورش های مسلحانه را کم اهمیت جلوه دادند و ادعا می کنند که به کمک حمایت عموم توانستند صلح را به افغانستان جنگ زده بازگردانند و کنترل 34 ولایت کشور را در دست دارند. گزارش سازمان ملل متحد همچنین شش حمله توسط داعش خراسان را نیز در این دوره سه ماه مستند کرده است که عمدتا طالبان را هدف قرار دادند. فرماندهان نظامی و مقامات اطلاعاتی آمریکا داعش خراسان را قوی ترین تهدید برای حکومت طالبان در افغانستان و فراتر از آن توصیف کردند. گزارش سازمان ملل همچنین از وجود دیدگاه های متفاوت در رابطه با رهبری در, در درون طالبان خبر داده است. مقامات طالبان ادعاها در مورد اختلافات داخلی را رد کردند.